خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 29 ماه مارس سال جاری همچنان مبهم باقی مانده و این در حالی است که پارلمان بریتانیا عصر روز سه‌شنبه فردا رأی تعیین کننده ای را صادر خواهد کرد. برای آگاهی بیشتر از این تحولات با همکارم رضا اللهیاری از لندن همراه می‌شویم. رضا، آخرین تلاش‌های خانم می تا چند اندازه می‌تونه برای بریتانیا دلگرم کننده باشه؟ بریتانیا با عمیق‌ترین بحران سیاسی دست کم نیم قرن اخیر مواجهه و هنوز دامنه گزینه‌های پیش روی این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا به همان اندازه موندن در اون نامشخصه. آخرین تلاش‌های نخست وزیر بریتانیا سران اتحادیه اروپا رو قانع کرده که در نامه اطمینان بدن که در آینده پست بازرسی در مرزهای ایرلند شمالی، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه برقرار نخواهد شد. بریتانیا هم قرار نامه‌ای برای کمیسیون اتحادیه اروپا بفرسته و خانم می در کمتر از یک ساعت آینده قرار بیانیه‌ای رو در این خصوص به پارلمان ارائه بده. اما با توجه به مخالفت‌هایی که تقریباً از طرف همه با توافقی که نخست وزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا کسب کرده میشه، این نامه‌ها به نظر نمی‌رسه تغییری در نتیجه رأی فردای پارلمان به وجود بیاره. او در سخنرانی امروزش هنوز به خروج به موقع از اتحادیه اشاره و اونو وظیفه دولتش قلمداد کرد. ما در 29 مارس از اتحادیه خارج می شویم. قبلا گفتم که اعتقادی به تمدید بند 50 ندارم و باور ندارم که باید رفراندوم دومی داشته باشیم. ما این دستورالعمل خروج از اتحادیه را از مردم بریتانیا گرفته ایم. به باور من این وظیفه ماست تا آن را به انجام برسانیم. با این وجود اتحادیه اروپا منتظره که بریتانیا درخواست تمدید تاریخ خروج بکنه. اتحادیه در نظر داره دست کم این تاریخ رو تا ماه ژوئیه به عقب بندازه. خانم می روز یکشنبه به قانونگذاران هشدار داد که ناتوانی در خروج از اتحادیه فاجعه‌ای برای دموکراسی به شمار میره. رضا، با توجه به جو سیاسی موجود در پارلمان بریتانیا، اگر فردا پارلمان طرح نخست وزیر رو رد کنه، چه گزینه‌های محتملی برای خروج ممکن وجود داشته باشه؟ اگه فردا طرح توافق خانم می رأی نیاره و دولت نتونه تا سه هفته دیگه متممی رو برای خروج به تصویب برسونه، اون وقت یکی از راه‌ها میتونه این باشه که قانونگذاران ارشد که ریاست کمیته‌ها رو در پارلمان دارن برنامه جایگزینی رو برای برگزیت ارائه بدن.